بر بینندگان تلویزیون ایپتو در سراسر جهان. من پرویز مونی هستم، مطابق معمول روزهای دوشنبه و چهارشنبه بعد از ظهر به وقت واشنگتن از ساعت 6:30 تا 8 در خدمت شما عزیزان هستم. امروز که این برنامه رو من خدمتتون تقدیم میکنم، روز چهارشنبه است، برابر است با 8 مهر 2574 و برابر است با 30 سپتامبر 2015، یعنی آخرین روز سپتامبر و فردا اول اکتبر خواهد بود. من گفتگوی داشتم با آقای داوود کاشانی، از اون من یه اشاره به این گفتگو بکنم بعد به روی مطالب زیادی که من براتون ذکر کردم. آقای داوود کاشانی میدونید که در پاریس هستن و خیلی لطف دارن به هم، من به من لطف دارن، هم به تلویزیون ایتو محبت دارن و همیشه محبت هاشون رو میشنم. از جمله من در من 3 سال 4 سال پیش رفتم پاریس، ایشون اینقدر با محبت بودن که تا زنگ من گفتن تلفن بده به اون مسئول هتل، یعنی نذاشتن من بگم کدوم خیابون فلان، تا سلام علیکم تلفن بده به اون، به زور تلفن یه راب نشد، دیدم به اون خودش اومد. برام خیلی پذیرایی کردم، مرسی. ایشون همیشه به تلویزیون ایتو کمک میکنن، در باره برنامه های من صحبت میکرد. ایشون گفتش که در مورد برنامه آقای نصر احمدی که تشفیم بوده اینجا به عنوان مهمون، نقطه نظرهایی باشتن دیگه، من توضیح دادم دیگه. بعد میگفتن که خب ایشون بیار بهتره، برای که خب مردم میفهمن ایشون. گفتم ببین عزیز من، ایشون میاد به همه اون چیزهایی که مورد احترام مردم ایلانه بدی میگه. خب یه نفر بیاد تو برنامه مثلا یه رفع بگه که داروش سر همسرشو برید، دو دفعه بگه، سه دفعه بگه، چهار دفعه بگه، مردم باور میکنن، مردم که نمیدن تحقیق کنن که. به خود اون بزرگوار گفته بود که دروغ هر چقدر بزرگتر باشه، به شرطی که تکرار باشه مردم میپذیرن. مگه ما این همه دروغ ها رو نپذیرفتیم؟ این همه دروغ هایی که میپذیرفتیم چیه؟ دروغ پذیرفتیم که مثلا فرض کنیم که بچه 5 ساله تو یک سرگاه مونده و 1400 سال اون تو هستش، همان شب تولدش که میشه، تولدی که اصلا پسری که اصلا به دنیا نیومده تولدشو میگیرن، انقدر از همه جشن های اسلامی و از همه جشن های شیعه اونو بزرگتر میگیرن. خب باور کردن دیگه، میگم که ده تا بیان ببینید. برای آقای داوود کاشانی توضیح دارم، برای شما هم توضیح میدم. ببینید گفتم من برنامه رو قسمت گفتم، مردم یک گروه هستن که تحت تاثیر رسوبات مسکو و مکه هستن. خب اینا براشون خشایارشا جالب نیست که، اون برای مسلمان های امام جعفر صادق مهمه. اون کیه؟ کریم خان کیه؟ امام رضا مهمه. اون که مسکویی، این که خب مارکس و انگلس و لنین و استالین مهمه دیگه، دکتر مصدق و قوام سلطنه و امیر کبیر که جز آدم حساب نمیشن که. اینا یه سری آدم هایی که رسوباتی تو مغزشونه که نمیشه پاک کرد، خودشون باید کمک کنن پاک کنن، کم پیدا میشه. نه اینکه پیدا نشه، پیدا میشه ولی کم پیدا میشه. من خیلی متاسفم که نان اون فامیل اون دوست عزیزم رو یادم رفت. به محض اینکه ما سوئد بودیم، به محض اینکه اتحاد جماهیر شوروی فروپاشی شد، دو تا اتفاق افتاد. اولا که سوئد یک حزب کمونیست داشت، بلافاصله اسم حزب کمونیست عوض کرد، گفت حزب چپ. ببینید مردم چجوری هست، بی خود نیست که اونا جلوی ما عقبیم. خب میفهمن، فهمیدن که کمونیست در دنیا شکست خورد. وقتی که محل اصلی کمونیست، اونجایی که لانه کمونیست، اونجایی که کمونیسم به دنیا آمده، گفت من با کمونیستی عقب افتادم. وقتی آقای گورباچوف گفت ما 70 سال کمونیستی کردیم، هم از صنعت عقب افتادیم، هم رفاه عقب افتادیم. اگر آسمون نگاه کنید، اینقدر اسلحه های خطرناک هست که ممکنه مردم شب خوابشون نیاره. وقتی اینو گفت، ما فقط اومدیم در اصلاح جنگی هم پایه دیگر کشور هستیم، از هر لحاظ عقبیم. خب وقتی مردم سوئد فهمیدن، یعنی مردم سوئد میفهمن، ببینید بر نخوره به کسی، فهم اجتماعیشون از ما بیشتره.
ببینید در سوئد هیچ انقلابی اتفاق نیفتاده، به تدریج از حکومت دیکتاتوری یک نفره به حکومت دموکراسی سوسیال دموکراسی رسیده، به تدریج و قدم به قدم. این برای ما ممکن نیست، ما دنبال تیر برق میگردیم که دیر رو به اونجا آویزون کنیم. خب ما فرق داریم، ما فرق داریم که عقبیم، این باید قبول کنیم که عقبه. در هر صورت یه ده اونجوری هم مسکوی رسول مسکو داره، یه سری رسول مکه دارن، یه سری اقدهی هم خودشو از همه بالاتر میرن. به خاطر که اگه من مثلا بگم فرض کنیم که دکتر مصدق آدم خوب بود، کوچیک میشن اینا، کوچیک میشن. فکر من ای اگه دکتر مصدق خیلی آدم بود و مهم بوده، پس من چه کارم؟ اگر قوام سلطان سیاست نظر خیلی بزرگ بوده، پس من چه کارم؟ اگه محمد رضا شاه پهلوی خیلی برای ایران کار کرده، پس من چی کنم؟ این که اینا میخوان هر خراب کنم. در نتیجه اونا میان توی تلویزیون میگن آقا مثلا فرض کنیم که خشایارشا دستور داد که مثلا 100 تا زن رو یه شبه کلاهاشون بریدن. دروغه. ولی وقتی تکرار بشه مردم باور میکنن. شما ببینید مردم میرن تاریخ میخونن ببینن چیزی بوده یا نداره، نبوده. برای اینا در آقای کاشانی توضیح دادن. بعد آقای کاشانی گفتش که من به آقای امیدوار گفتم و الان تکرار میکنم، گفت اگه مثلا خرج تلویزیون هر چقدر باشه شما به 20 قسمت 30 قسمت تقسیم بکنید، من سهم خودم که میدم، من جز یه نفر از اون 20 یا 30 نفر خواهم بود، سهم خودم که میدم حتی حاضرم دو برابر بدم. ولی خب متاسفانه من آقای کاشانی دارم بیرسیم، البته خیلی آقای کاشانی از من تعریف کرد، گفت تو دمت گرم با این سنت همین رو مطالعه میکنی، میره برنامه میذاری، همین کار میکنی، همین که کمک میکنی، یعنی تو از دو جنبه ای هستی، هم برنامه سازی میکنی هم کمک مالی میکنی. و خودش میگفت من فقط کمک مالی میکنم، البته کمک مالی ایشون خیلی قابل مقایسه با کمک مالی من نیست، ایشون در حد بالای کمک مالی میکنن. ولی صحبت ایرانی ها بود. ببینید ما ایرانی ها شما زمین دارید، آسمون بیاد، ما در روابط اجتماعی عقب هستیم از غربی ها. مثلا اینجا میگن از تکست کم میشه فلان پول بدی، آقا یه درصدی از شما بیه تلویزیون کمک کنی اینو میزنی از تکس هم کم میکنن. من با حساب کردم باید مثلا سر سال 10,000 دلار تک بدم. خب تا اینجا البته درصد داره دیگه، درصدی به رسانه ها میشه کرد. من از این 10,000 دلار 30% شو کمک کردم به رسانه ها، این بقیهش هم به شما میدم، هیچ کس هم ایراد نمیگیره. ولی ما به این پی نمیبریم. و زمان همینطوری میگفتش دولکی میگفتش که من احمد جنس میخرم، به من اینکه آخر سر صحبت میکنیم فلان یادم من میبینم ایرانی هم حالا جنس خریدن پولش حساب کردیم قطعی شده همه چی دوزو، ای شما ایرانی هستی پس تخفیف. بیدیم چی میگن؟ یه جنسی رو خریدن حساب کردن گفتن چقدر فلان این تکسش اینقدر میشه، اون اینقدر میشه، جبش اینقدر، بعد ای شما ایرانی هستید خب پس تخفیف. آخه این چه معنی داره؟ آقای کاشانی گفتش که من هر وقت به اینجا برسه بهشون میگم شما هیچوقت با اسلام چونه زدید؟ اسلام در خونتون میزنه، در خونه رو که با میکنید، در اتاقا رو که با میکنید، در اتاقا بیتن رو با میکنید بروش. هیچوقت ما یه دیگه آقا دیروز ما دیگه نمیخوایم عبادت کنیم، بس آقای خدا چرا همه 365 روز عبادت کنیم؟ حالا 5 روزش نکنیم چه بی نرفو ندارید؟ حالا اون ایشون اینجور رو من گفت بودارم گفت تو چکا میکنی؟ گفتم من وقتی میرسم به آخرش که میگن ایرانی میگم خود معاملهی کردیم این یه قیمتی داره شما باید این قیمت رو بید. حالا اگر من ایرانی هم دلیل میشه یه مقدار از پول من بیاد تو جیب شما که چرا پول شما نه تو جیب من؟ چرا شما این کار که به مطلب میکنم 550 دلاره شما چرا یه سر 600 دلار نمیدید؟ چرا میخوام من 50 دلارش بزنم؟ چه دلیلی داره؟ چون من ایرانی هم. خب همون نسبت که من ایرانی هم شما از من توقع دارید، شما ایرانی هم من هم از شما توقع دارم. 550 دلاره من میگم خب حمایت کنید من 600 دلار بدید. شما میگید نه 50 دلارش کم کن 500 دلار بگید. خب اصلا این درست نیست.
که ایرانی باشیم بیاد چونه بزنیم، چون که ایرانی هم چونه بزنیم. آخه دلیل من شما میرید مثلا رستوران خارجی میشینید چونه بزنیم، اصلا رستوران ایرانی مگه چونه بزنیم؟ من یه صحبتی هم کردم جالب بود با یه خانمی بسیار خوبی هستن که من اقلا میرم سلام آریانی همیشه میرم سلام اسلام کنم، صحبت امام و فلان فلان کنم، هم گفت بابا این آخه این که اگه خدا بخواد به من یکی بگه خودش میگه، مریض که نیست که یه نفر دیگر بفرسته بگه، مگه آیه ماما به خدا مردم حرف زنه یه نفر دیگر میفرسته؟ خب خودش با همه فلان ساعت یه توی تلویزیون من میگم، یه برای همه یه اینترنت یه ایمیل میزنه، یا نوشتهش میسته توی مجله همه میخونن. خب خدا مگه بخواد با من حرف زنه؟ همینطور بود. گفتم که نقل قوله که میگن حالا آدم میترسه اینو میگن، میگن اینشتین گفته، اینشتین کلمه بود خودش گفته، یک دوست عزیزی داریم میگه نه من گفتم، حالا فرق نمیکنه هر کی گفته، به هر حال میگن تو خدا رو قبول داری؟ میگه من خدایی رو که موسی خلق کرده قبول ندارم، یعنی اون خدایی که موسی توصیف کرده اینجوری بوده اومده این کار کرده اون کار کرده اونجا بهشت رو درست کرده اون جهنم درست کرده و یه گلا رو برداشت مجسمه درست کرد به دماغش فوت کرد مجسمه شروع کرد راه رفتن و بعد بغلش یه تیکه گوشتش کند انداخت بعد یه خانم به دنیا اومد و بعد گفت این میبره نخور فلان، گفت اینا رو قبول نداره طرف، اینا چیزایی که خداییست که موسی خلق کرده، اما خدایی که اون خدا موسی رو خلق کرده قبول دارن، یعنی منظور این که یک آفریدگار، یه نیروی، یه جعبه جادویی، یه بینبنگی، یه مادر نیچری، یه چیزی بوده همه اینا خلق کرده که ما نمیدونیم چی بوده، ولی این که این جوری که مثلا محمد اینطوری گفت همش ضد نقیض همش با هم بره که اینا که نمیشه که قبول کرد، که اون خانم گفتش که آره من هیچ کدوم اینو قبول ندارم ولی فاطمه زهرا رو قبول دارم. گفتم خانم عزیز آخه این فاطمه زهرا چیکار کرده؟ دید حلوای خوبی درست کرده، دیدم فاطمه زهرا حلواش خوب میپخت، یون آش درست کرده بگن آش فاطمه زهرا خیلی خوب بود، یه دونه فرانسوی یا یه سیب زمینی رو فرم خاصی میبرن میزن تو روغن اسمش میگن فرنچ فرایز، یعنی چیزی که به سبک فرانسوی درست شده، یک شهری به نام هامبورگ یک گوشتی رو برداشته پهن کرده فلان کرده این ورش رو سرخ کرده اون ورش سرخ کرده اسلامی بهش میگه هامبرگر، یعنی هامبورگ اینو درست کرده، یعنی یه سس درست میگنه میگن سس آلفردو، نمیدونم تهمایی مختلف. آخه این خانم فاطمه زهرا چی کار کرده؟ همش گریه کرده در مدینه یا در یکی از اون جایی که ایشون زندگی میکرده، یه جایی به نام بیت الاحزان، بیت الاحزان این جایی که میرفتن گریه میکرده، کی میرفته گریه میکرده؟ خانم فاطمه زهرا میرفته گریه میکرده، حسن آنسون رو در میدهش میرفته سو بوده گریه میکرده تا شب میمده خونه بکلو جایزه بفهمید مدال. حالا چه گریه میکرده؟ برای که وقتی که آقای محمد مرده بوده ایشون فکر میکرده همه بیت المال مال ایشونه، فکر میکرده همه چیزهایی که از آوردن از این اطراف دنیا و یک خمسش دارن به آقای محمد، آقای محمد اینا رو یه جور جمع کرده انبار یک مثلا فرض کنید که خزانه خیلی بزرگی درست کرده، این همه مال محمد و وقتی مواجه میرسه به زهرا دیگه، که یک برای اون پولا بوده، کسی این پولا رو به من نمیده، صبح تا شب بچه هاشو برمی داشته میگه اونجا گریه میکرده که چون این پولا رو من نمیده، افتخارآمیزه، این خیلی مهمه. حالا اینطور که بحث شد در چیزایی که من همکارای اسپانی شما میگفتن که شما آیا در قرآن اصلا اشاره به ایران شده، اسم ایران اومده؟ گفتم که اشاره مستقیم
اشرار مستقیم ایران شده ولی اسم ایران نیورده. گفتم چطور؟ گفتم اونجا دو تا کشور بزرگ در زمانی که آقای محمد به پیغمبر رسید، دو تا کشور بزرگ در دنیا وجود داشت، یکی ایران بود یکی روم بود، که ایران میگفتن پرشیا، روم هم میگفتن روم روم، و بین اینا گاه به گاه جنگ بود. آقای محمد توی سوره روم همین نذاشته نگذاشته نبرداشته، آقا اول اینجا نشت از این بخونم از روی باز میگم اسم ایران رو نبرده، وای خواه هر کسی میخونه میفهم یعنی ایران اینجا دیگه. ببینید این قرآن عربیه، قرآن فارسی نیست، این قرآن عربیه. حالا من البته زیرش فارسی هم روز داره ولی من حالا میخونم براتون، اصلا نشونتون میدم شما خودتون بخونید. چرا من بخونم؟ سوره این سوره عنکبوت، سوره عنکبوت تمام بشه سوره روم شروع بشه بازم خیلی بیشتر. این سوره روم رو با هم میخونیم. اینجا نوشته علم، علم یک چیز بی‌معنی است، هیچ معنی نداره، منتها این زیرش ترجمه نوشته که علم اشاره به اسماء یا اسرار کتاب الهی، اسرار کتاب الهی علمه. خب من میگم ملل، ملم که بهتره که این داره. بعد نوشته که اینجا نوشته که قلبت روم، یعنی روم مغلوب شد، قلبت روم، روم مغلوب شد، اکی مغلوب شد؟ از اینا مغلوب شد دیگه، اسم نا یه ایران، ولی خب هر کس میدونی که اون جنگ ایران روم بوده. قلبت روم یعنی روم مغلوب شد، فدنی الارض، در همین نزدیکی ها یعنی در سوریه شکست خورده، مکه به این میگه همین نزدیکی ها، و من بعد قلبه هم سیقلبون، برای این به زودی رم قلبه میکنه، فی بعض سنین الله یعنی چه بعد چند سال، من قبل و من بعد و یوم زن، بعد میگه که یفرح المؤمنون، ببینید این دیگه معلومه دیگه، یفرح المؤمنون فرح بخش خوشحال، تفریح، یفرح المؤمنون تفریح یعنی خوشحال شدن، یفرح المؤمنون یعنی مؤمنون خوشحال میشن. من به بچه های اسمانیش که کار میکنم گفتم بیا این نوشته که اینجوری شد، روم شکست خورد در همین زمین نزدیک، سرزمین نزدیک شکست خورد، ولی بعدا به زودی غلبه پیدا میکنه و مؤمنین خوشحال میشن. گفتم که ببینید اگر من آرزو کنم، خواهش داشته باشم، توی رویان باشه که این ماشین مثلا فرض کنیم که لامبورگینی بخرم، برای من آرزوه، اما آقای مثلا دونالد ترامپ که همچه چیزی تو درش باشه، خب همه یه تلفن کن آقا یه اینو بفرستید چکشو بگیرید تموم شده رفت، چون که من نمیتونم برام آرزوه، اونی که میتونه براش آرزو نیست، عمل میکنه دیگه. خدا که تواناست، خدا که همه چیز قادره، پا چرا آرزو میکنه که اون دفعه دیگه غلبه کنه و ایران شکست بخوره و مؤمنین خوشحال بشن؟ چرا مؤمنین خوشحال بشن؟ مگه مؤمنین رومی هستن؟ مگه آقای محمد شما اهل روم هستی؟ به دوستان گفتم اینجوری، حالا البته داستانش طولانی دیگه، داستانش اینجاست که آقای
چون جنگ های روم و ایران 24-5 سال طول کشید، اون جادی عبدشان که از ایران میرفت بسته شد دیگه. پس کالاهای اروپا به هندوستان و چین از طریق کاروان میومد، از اروپا میومد به طرف جنوب، میومد در اقیانوس هند سوار کشتی میشد و کالاهایی که از چین و هند آورده بودن تعبیه میدادن. این کاری که از اونجا از اروپا میومد به اقیانوس هند و برمیگردون، این کارو پیمانکارای عرب انجام میدن که رئیسشون خدیجه بود، رئیس اونا نبود، بزرگترینشون خدیجه بود. میگن خدیجه به اندازه همه دیگر پیمانکاران شطور داشت. بگیم یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا این یکی 20 تا شطور داره، اون 50 تا داره، اون 200 تا داره، اون 250 تا داره، خدیجه به تنهایی از مجموع همه اینا بیشتر شطور داشت. آقای محمد هم خب برای او کار کرد، بگم بهش ازدواج کرد دیگه. پس معلومه که آقای محمد نوکر دنیاست، از دنیا رو گرفته. این حرف خدا نیست که خدا بگه که آقا روم شکست خورد، دلم میخواد که دفعه دیگه پیروز بشه. این خدا کم که حرف نمیزنه که. این حرف محمده که گوشت و پوستش از پول رومیاست، ولی زیاد دلش میخواد که رومیا پیروز بشه. این از این برم روی مطالبی که دفعه پیش گفتم، برای اینکه خیلی مهمه. قبل از اینکه برم روی مطالب، آقای امید امیدوار خیلی من ازشون سپاسگزاری میکنم، در اتاق فرمان واشنگتن برنامه رو کارگردانی فنی میکنن و قبل از پایان برنامه درباره اینکه چون میخواد به روی ساترات من بخواد به ایران با شما صحبت خواهم کرد. امیدوارم که پول مثل گوشت و پوست به تنتون نچسبیده باشه. یه ذره تکونش بدید، دریه رو بگید که بگید کمک کنید. آخه همه ملت ها برای که رای پیدا کنن پول میذارن. آخه مگه میشه بدون پول؟ آقای خمینی وقتی میخواست ایران بیاد 150 میلیون دلار از آقای جیمی کارتر بهش داد، 250 میلیون دلار آقای یاسر عرفات بهش قرض داد، ولی من گرفت ازش. آقای روغنی میرفت از پولدارای تهران پول جمع میکرد، میاد خرج اون تظاهرات میکرد. آخه بنگه بدون پول میشه؟ آقای بختیار میخواستن تظاهرات بذارن، گفتن آقا شما بودجه مهرمانی نقض بدید، یه پول بدید ما خرج تظاهرات بکنیم. آقا بختیار گفت من نمیدم. آقای شاپور بختیار گفت نمیدم. میدونی برای چی؟ برای که آقای شاپور بختیار انقدر مرد بزرگی بود که میخواست این اسلام رسوا بشه. بهش گفتن خمینی رو بکشیم، گفت اگه بکشید دوره 1400 سال دیگه دوره همین عزای روزه رو خواهیم داشت، اون دفعه برای امام حسین داشتیم، این دفعه برای خمینی خواهیم داشت. البته نمیدونست اینقدر آدم کشته میشه که هیچ کس نمیدونست. وقتی که آقای بازرگان رفت مفروش تو پلی آقای خمینی، بعد که برگشت به یاران جبهه ملی گفتش که این ما با این آدم آبمون توی یه جوب نمیره، این جملهشون میده، ما آبمون توی یه جوب نمیره با این، این هرچی میگه حرف خودش، این به حرفش گوش نمیدیم، به حرف خودش. آقای زیرکزاده که ایاران رو مصدقه گفت آقا الان که به پیروز نزدیک شدیم دیگه اختلاف نیست. میدونی الان میدونی چی؟ یعنی الان که شهاده رو میندازیم اختلاف نیست. یعنی هدف آقای زیرکزاده خوشبختی ملت نبوده، هدفش براندازی شاه بوده. یعنی این جبهه ملی، این همه روشن فکرا همه عقده شاه رو داشتن، اینا همش میخواستن شاه بندازن. اصلا قصدشون پیشرفت مملکت، نمیدونم سعادت مردم ایران، رفاه مردم ایران، پیشرفت صنعت و کش حالت اینا نبوده، اینا همه قصدشون این بوده که شاه بیفته. آقای زیرکزاده به آقای بازرگان میگه اختلاف ننداز، یعنی تو میگه این خودخواه ولش کن، بذاری که پیروزی نزدیک شده این پیروزی بشیم، پیروز بشیم، پیروز بشیم، یعنی شاه برکنار کنه، حالا هرچی شد. خب بهتون گفتن که من بعد آقای ناصر توکلی رو دوست عزیزم که در رادیو ایران و هوستون تگزاس این برنامه رو همیشه لطف میکنن و همزمان پخش میکنن
سپاسگزاری کنم. اگه بخواید رادیو ایشونو گوش بدید باید برید www.k.k که علامت همه رادیو ها هست و چون که رادیو ایران هستون تگزاسه پس R-I-H-T بذارید و .co یعنی C-O یا .com C-O-M هر دو میگیره و بسیار صدای خوبی خواهیم خواهی شده. و همچنان از آقای پاسچا سوری مدیر مردم تیوی که اگر بخواید ببینید اینجوری همین روی سایت مردم تیوی میدید میتونید اینو برنامه رو ببینید. ایشون همزمان که پخش میکنن بلکه تکرارش هم میذارن، یعنی خودشون در آخر هفته و در روزهای هفته این برنامه رو تکرارش رو میذارن. از ایشون هم بسیار سپاسگزارم. پیتون قول دادن که روابط ایران و انگلیس که در واقع بهتره بگن روابط ایران و انگلیس روز روابط ابرقدرت های آن زمان با ایران رو یه بررسی خلاصه رو بکنیم، یه خلاصه تاریخ سال 50 ساله ایرانه 20 ساله ایرانه و این البته خب همه تون کمی بیش میدونیم، منم کمی بیش میدونم، ولی ایشون بذاری بگم که ایشون کی هستن. ایشون آقای علی فراستی هستن، عکسشون رو نشون بدم که به قول قدیمی مشغول زمین نباشیم. بر ایشون آقای علی فراستی هستن که این مقاله نوشتن، من اینو براتون میخونم. مقاله از ایرانیان بود که آقای تقی مختار در واشنگتن چاپ میکنن. که علامت گذاشتن به هم میخونیم. این احساس هم ناشی از مطالبی است که به طور خاص در 60-70 سال اخیر علیه انگلیس در ایران منتشر شده و اغلب این مطالب دارای منشأ فکری خاصی بوده و اون هم روشنفکرهای چپگرای ایرانی هستند. ایشون معتقده که این همه تبلیغات بد که بر علیه انگلیس شده یه مقدارش روشنفکرهای چپ سببش بودن. البته هر چیزی که میخونید هیچ‌وقت فکر نکنید این حتما درسته. هر کس هر چیزی بهتون میگه باید شک کنید، فکر کنید پس این درسته بپذیرید، درست نیست نپذیرید. یه پدر به بچهش گفت تو من اطمینان داری؟ گفت آره اطمینان دارم. گفت میدونی که من خوبی تو رو میخوام؟ گفت آره میرم. گفتش که برو از این میز شیرده بپر کف اتاق. گفت اینجا کف اتاق من دماغ همه خراب میشه. گفت پس به من اطمینان داره؟ اگه اطمینان داری بپر، من بهت میگم، من که لازم تو رو نمیخوام که بپر. پس همه بپر دماغش همش خون میاد، سر بدنش تر میشه. به من همین که چون این کار کردی؟ میگه برای که باید گفتم به هیچ کس اطمینان نکنم تو رو بگره. اگه نفر میگه بپر تو خودت فکر کن آیا سلاح رو پری یا نپری، سلاح نیست. اینکه انگلیس را مسبب هر توطئه‌ای در ایران بدانیم یک بیماری جامعه شناسان است که به آن توهم توطئه ام میگویند. امیدوارم که مطالب رو روش تعمق کنیم. میگه اگر ما فکر کنیم هر اتفاق برای ما میفته حتما دلیلش انگلیسه، اینو بهش میگن توهم بیماری توهم توطئه، بیماری توهم توطئه. ببینید اگر من یه پولی دارم تو جیبم، این پولو اینجوری میگردشم رومم اون وحی کردن، یه نفر اومد پول من رو دو قدرسم قاب زد، تقصیر که تقصیر منه دیگه. از قدیم گفتم مال ترس کنم شاید دور نکن. ملتی که نمیخواهد مسئولیت اعمال و رفتار خود را بپذیرد، راحت ترین کار برایش این است که دستاوردهای ملت را به نام خود ثبت کنند و بدبختی هایش را به نام دیگران. تا زمانی که ما خودمان را از پذیرش مسئولیت اعمال
خودمان مبرا بدانیم، گناه و تقصیر را به گردن بیگانگان بیاندازیم، نمیتوانیم به ریشه یابی علت عقب ماندگی جامعه ایران دست پیدا کنیم. یه زمانی می رفتیم تا به شما گاه وقتی می رفتیم برای تفریح مثلا به توت بخوریم اینا، می رفتیم یک شهریار یه دهی هست به نام علی شعبست مرکز شهریاره، اونجا یه پسری بود، بچه ها می اومدن مثلا آش نظمی مختلی من می اومدن کمک می کردن. بعد یه پسری بود گفتش که ببخشید من این جمله شما بودیم امتحان چطور شد؟ گفت انشاء و تاریخ نمره آوردم اما ریاضیات و مثلا خواندن خاکستا ها نمره ندن. بیره اونی که نمره آورده بود خودش نمره آورده بود، اما اونی که نمره نیاورده بود فلان فلان شده نمره ایش نداره. این ما ملت ایران همینی، این کارها رو خودمون کردیم، اون کارها رو که نتونستیم برامون کردن. ما چرا اسیر آقای خمینی شدیم؟ برای که دیگران خواستن. آخه ما خود بودم همون آقای بازرگان که رفت گفتش که آقا آب ما این تو جیب میره، خب همون جبهه ملی خب گناهکارن دیگه. باز وقتی فهمیدن که این حرف هرچی خودش میگه خودشه، باز میامدن کنار میرفتن چراغ شاه میگفتن آقای محمد رضا شاه حالی که انگلیسی به اختیارت بدونیم، ما شما مثلا میخواید داری جایی یا بمینی هر کار میخواید بکنی بکن، اختیار بده ما اداره کنیم کشور رو. نکردن، خود چون میترسیدن که نتونن چاها برکنار کنن، گفتن یه نفر بیار چاها برکنن. پس ما خودمون مقصریم. با نگاه به تاریخ متوجه خواهیم شد که هیچ قدرت خارجی بیش از روسیه در تاریخ ایران نقش مخرب بازی نکرده است. اما روشنفکران چپگرای ایران همواره این بود از تاریخ ها در تاریکی قرار داده و در نقطه مقابل نقش انگلیس و امریکا را برجسته کردند. این عقیده رو قبول داری؟ میان اینشون یه روشن گران چپگرای ما این همه ظلمی که روسیه یا مسکو به ما رسیده، چه تجاری چه نمیدونم شورایی، این همه ظلمی که از مسکو به ما رسیده اینو اصلا بهش حساب نیوردن، بهش توجه نکردن و همش به ظلمایی که انگلیس و امریکا به ما کردن بزرگش کردن. شما میدونی که دو سبونه ایران، یعنی ایران زمان آقا محمد خان قاجار، من نمیدونم زمان کوروش بگم، زمان آقا محمد خان قاجار چیزی نیست، 200 سال پیشه. ایران اون زمان دو سومش روسا از ما جدا کردن، مسکو دو سوم ایران از ایران جدا کرد. کلان این دوستانی که جدا شده عبارت از ارانه که نام جعبی آذربایجان روش گذاشتن، ترکمنستان، تاجیکستان، گرجستان، دیگه همین کشورهایی که در آسیای میانه هستن اکثرشون هم بخشای به ما یکی بودن، یعنی ما به اونها یک کشور بودیم، یعنی ما با گردستان یک کشور بودیم، ما با افغانستان و تاجیکستان و ترکمنستان یک کشور بودیم. اونا جدا کردن تیکه تیکه کردن، اونا جدا کردن جزء مسکو کردن، بعد از فروپاشی اونها آزاد شدن. بسای خیلی جالب این آقای فراستی مطرح میکنه. تاریخ مناسبات ایران و انگلیس را میتوان به این مراحل تاریخی تقسیم کرد: یکم از زمان صفویه تا معاهده گلستان، دوم از معاهده گلستان تا انقلاب اکتبر روسیه، سوم از انقلاب اکتبر روسیه تا آزادی آذربایجان، چهارم از آزادی آذربایجان تا انقلاب 57، پنجم از انقلاب 57 تا کنون. خب این حالا نوشته که از دوران صفویه تا عهدنامه گلستان. آغاز مناسبات بین ایران و انگلیس به زمان صفویه برمی‌گردد که این مناسبات اساساً جنبه تجاری داشت. بازرگانان انگلیس در زمان صفویه برای رقابت با تجار پرتغالی و اسپانیایی که به دلیل برتری دریانوردی بر تجارت ادویجات و محصولات چین هند و ایران تا
تسلط داشتن راه تجارت زمینی با ایران را از طریق سرزمین روسیه پیش گرفتند. با استقرار مؤسسات تجاری انگلیسی در شبه قاره هند و بیرون راندن پرتغالی ها از خلیج فارس، انگلیس پای خود را در این مناطق محکم کرد که نهایتاً به مستعمره کردن هند منجر شد. هند در آن زمان متشکل از ممالک کوچکی بود که مهاراجاها و پادشاهان در رقابت با یکدیگر قرار داشتند و تنها حضور 200 ساله انگلیس در این شبه قاره آن را به صورت یک کشور متحد درآورد. خب برگردیم به زمان صفویه. همینطوری که ایشون تو در زمان صفویه پرتغالی‌ها اومده بودند خلیج فارس، جزایر خلیج فارس گرفته بودند، از جمله این جزیره قشم که الان مال ایرانی بخش از ایرانه و یا جزیره کیش یا هرمز یا هنگام اینا رو گرفته بودند. و یک چیز هم اینه که اینها تنها جایی در ایران که مردم یک نقاب زنای یک نقاب به صورتشون میزنن که فقط چشمشون معلومه توی قشمه، به خاطر این نقاب خانمه پرتغالی، خانمه پرتغالی میزنن به صورتشون که آفتاب صورتشون نسوزونه، اصلا به حجاب و حجاب اینا مردم نیست، این میزنن که آفتاب صورتشون نسوزونه. اگر پیچه در ایران پیچه میذاشتن، پیچه میدونی پارچه آهاردار تونی بود که میزنن به صورت، چون اینجا بود صورت چون در حسد شما مثل برقه افغانی ها بود، یعنی اونها بیرونی میدیدن شما اون طور نمیدید، اما پیچه که میزدی آفتاب هم میرفت تو، آفتاب جلوش گرفته نمیشد، در حسد صورت میسوخت. اما خانم های پرتغالی یک چیزی، یک نقاب میزدن از جنس یک چیزی مثل پوست بود، مثلا پوست آهو یا همچی چیزی، نقاب درست میگه من دیده بیدم رنگ سیاه رنگ بود، این میزه به صورت شون. الان هم توی قشم خانمی قشم همونو میزنن، یعنی این اثر کار پرتغالی ها اونجا مونده. حالا اینکه دلیل نیستم، بالاخره شما همتون میدونید دیگه، صفویه اومدن، وقتی انگلیسی ها اومدن به انگلیسی ها گفتن خب شما که میخوایید با ما تجارت کنید اول بیاید با پرتغالی ها کمک کنید به جنگید. پرتغالی‌ها به انگلیسی‌ها گفتن آقای انگلیسی‌ها شما توی این سرزمین، توی این خلیج فارس یک اروپایی به یک اروپایی نباید بجنگه، شما که امروز ما رو از این دنیا می‌برید می‌جنگید بعداً براتون بد تموم میشه. انگلیسی‌ها گفتن نه، ما منافعمون در اینه که شما رو از اینجا بیرون کنیم، بیرون کردن پرتغالی‌ها. بعد اون جزیره‌ای که از ایران جدا شده بود دوباره به ایران برگشت، یعنی اون انگلیسی‌ها نگرفتن اونا رو، دادن به ما. ببینید تا من یه واقعی رو بگم از زمان کریم خان. در زمان کریم خان البته این در صفویه رد کنیم، این صفویه اینطوری بود تجارت بود، مسئله سلطه نبود، یعنی شاه عباس اجازه نمیداد کسی بر ایران سلطه پیدا کنه، بلکه تجارت بود. آقا شما راه را امن میکنید، شما تجارتتون رو چی میخواید بکنید از راه ایران انجام بدید، از ما کالا میخرید از ما بخرید، ما هم از شما کالا میخریم شما هم به ما بفروشید، جزیره ما رو آزاد کردید، کشتیرانی هم اونجا امن شد، دستمون در نکن. این رابطه شاه عباس و پادشاهان قدرتمند صفویه با انگلیسی ها بود. به این فرحان در زمان شاه عباس این دیگه نبود که یه انگلیسی یا تو دردار اون جای پاشو بشورن بگم نجست کفر و فلان، من میشستم با هم صحبت میکنن اعتمالا شرابا میخوردن. اما در زمان وکیل رعایا کریم خان زن، در زمان کریم خان زن انگلیسی ها یه سری کادو فرستاد، گفتن این پادشاه انگلیس برای شما فرستاد، ملکه انگلیس فرستاد، آوردن این کادوها رو توی به کریم خان تحویل بدن. کریم خان اینا نپذیرفت، گفت صبر کنید. سب کرد دربارش و بزرگان دربارش در چند کرد، گفت به نظر شما چیکار کنیم اینا رو، اینا رو بیرونشون کنیم بگیم برن، اینا رو بپذیریم کالا شده باشون حرف بزنیم مهمونشون کنیم، چیکار برای به شما چیکار بکنیم بهتره. اون زمان توی دربار آقای به صلاح کریم خان زن یک پسر نوجوانی زندگی میکرد، اسمش بود آقا محمد خان قاجار. آقا محمد خان قاجار رو نوه نادرشاه بود، اسمش عادل شاه بود،
اختش کرد، یعنی یه کاری کرد که مردی میگیش از بین رفت. و بعد در این جنگ های طولانی که شد پدرش کشته شد اینا، افتاد دست کریم خان زن. کریم خان زن مثل بچه خودش رو بزرگ کرد، خواهرش هم زن کریم خان بود. بعد اون زمان آقا احمد خان قاجار یه جوانی مثلا 16 ساله بود، خیلی باهوش بود. اما هر کس یه چیزی گفت، موضوع سوال کریم خان بود که آقا این کادوهایی رو که طرف مگل ملکی نیست و من به ما تقدیم میکنن، ما این رو قبول کنیم نکنیم؟ آقا احمد خان گفتش که قربان، وقتی نوبت اون شد گفتیم اینا هندو گرفتن، چون فکر کنیم هندو با جنگ گرفتن، با جنگ که نگرفتن که، با همین کلک ها گرفتن. خواهده به این دادن، از اون بعدی گفتن به اون، از اون بعدی گفتن به اون. و اینو بهترین کار اینه که اینو بین فعلونه سپاه قسمت کنید. کریم خان هم دید همه همه هر کلی نظرش گفتن، نظر این مثلا بهتر بود. یه روز دعوت کرد همه فعلونه های کشور رو یا سرزمین شیراز رو یا فعلونه های زند و ایر لورها رو جمع کرد و گفتش که بیه مسابقه بده، مسابقه تیراندازی، مسابقه اسبداری، مسابقه نمیدونم کشتی، مسابقه دیگه. هر مسابقه ای که دادن یک بخشی از اون هدایا رو بین برنده ها قسمت کرد. بعد به اونایی که آورده بودن گفت برید بگید خیلی ممنون، این هدایا که آورده بودی بسیار خوب بود، این پهلوان های زند از این هدایا برخوردار شدن و سپاسگزاری میکنن. خب تمیز که وقتی اونا رفتن پدوی ملکشون اینا رو تعریف کردن، ملکه فهمید که این کریم خان رو نمیشه با اینجور چیزا ببخشید خرش کرد. خب این یه تیکش خونیم ببین، از صفویه تا عهدنامه گلستان اینشون همه با هم کسبونده. حالا این بقیه مطلبی که آقای علی فراستی نوشتن ادامه میدیم. شاهدیم که رسولات اندیشه های چپی با ماهیت ضد غربی و ضد امریکایی بر سیاست کلان جمهوری اسلامی غالب گشته که خلاف شعار مردمی نه شرقی نه غربی دوران انقلاب است. پس میگه که ما الان شاهد هستیم که این شعار نه شرقی نه غربی که اول انقلاب بود این به هم خورده و یک شعار دیگری جاش گرفته که این طرفداری از شوروی هست، روسیه هست. یک مقایسه مهم تاریخی بین رفتار انگلیس و روسیه در زمان اشغال ایران میتواند گویای حقایق باشد در زمان حقایق باشد. یکی چیزی رو من میگم که حقایق باشد در زمان جنگ جهانی اول قحطی بی سابقه سراسر ایران را فرا گرفت که نزدیک به 1 میلیون نفر از جمعیت 10 میلیون ایران را به کام مرگ کشید. خوب توجه کنید، 10 میلیون ایران جمعیت داشت. در اثر قحطی که در جنگ جهانی اول به وجود آمد این از این 10 میلیون 1 میلیونش کشته شد و مرد. تلفات قحطی در مناطق جنوبی که تحت تسلط بریتانیا بود به مراتب کمتر از مناطق شمالی بود و دلیل آن این بود که انگلیسی ها به طور مستقیم و یا از طریق دلالان کالاها و مواد غذایی و مورد نیاز خود را خریداری کرده و پول آن را نیز به کشاورزان و صاحبان کالا پرداخت میکرد. در نقطه مقابل نظامیان روس ضمن قارت و چپاول دسترنج مردم حتی پا
پول بسیاری از معاملاتی را که قبول پرداخت کالا را داده بودن نمی پرداختن. اسناد این رفتار اخیر در ایران منتشر شده است. خب پس این یه تفاوتی که بود بین مسکو و لندن. بعد میشه از انقلاب اکتبر تا اشغال آذربایجان. با انقلاب اکتبر روسیه و آغاز جنگ داخلی در این کشور و خروج نیروهای روسیه از ایران در سال 1917 برای اولین بار پس از بیش از 100 سال صحنه رقابت ایران از رقیب روس خالی شد. برخی از سیاسیون ایرانی که همواره در کابوس تجاوزات روسیه و تجزیه تدریجی ایران به سر می بردن فرصت را مقتنم شمرده و تلاش کردن ایران را در پشت سپر دفاعی انگلیس قرار دهند و به این ترتیب بود وثیق دولت قرارداد 1919 را با انگلیس امضا کرد که مورد موافقت مجلس شورای ملی قرار گرفت. خب پس ببینید وقتی انقلاب کبیر شوروی اتفاق افتاد و نصابفته لنین به قدرت رسید، لنین یک طرفه گفت من همه قراردادهای استعماری تزارها رو لغو می‌کنم، یک طرفه لغو می‌کنم. البته لنین تصورش این بود که من این قراردادها رو لغو می‌کنم، اینا چون ما کشور با کمونیستی میشه گل 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 میشه همه چی خوب میشه، اینا همه خودتون برمیگردن به طرف ما. لذا از ایران رفتن. وقتی از ایران رفتن خب مردم ایران یک نفس راحتی کشیدن و یه مقدار لنین محبوبیت بسیار زیادی پیدا کرد و یکی از همون دلایل این محبوبیت بسیار زیاد لنین باعث شد که این مقدار علاقه به کمونیسم در بین روشنفکران ایرانی ریشه دوون. یعنی می‌بینید روشنفکران ایرانی مثل بقیه مردم ایران از اینکه روسا تیکه تیکه به هر بهانه‌ای شده یه تیکه از ایران رو میکنن ناراحت بودن دیگه. وقتی لنین گفت آقا من قرار داده رو لغو میکنم، خب خوشحال شدن دیگه. پس این کس نمیاد ما تیکه دیگه کنه. در همون زمان بود که این قطعه‌ای که گرفت بودن آزاد کردن، یعنی ایران آزاد شد. ایران که آزاد شد سران اونجا اسم رو گذاشتن آذربایجان شمالی. حالا بعدن گفتن ما میخواستیم جزء ایران بشیم از این حرفا، ولی خب با دروغ و دغل که کار پیش نمیره دیگه. اسم شما ایران بود، چرا عوض کنید آذربایجان شمالی گذاشتید؟ شما میتونید اسمتون ایران دوست ندارید بذارید کشور شیر و قران، ولی آذربایجان اینجا هست. مثل مثلا پس کنید پاکستان یه منطقه از کشورش رو اسم جلیل کرمان شرقی، آه کرمان که اینجا هستش که. یا مثلا کشور عربی بزنن شیراز جنوبی، آخه شیراز که اونجا شیراز شمال جنوبی نداری که، شیرازی که رسمن نگنیم دو قسمت بشه که، یه تیکه دیگه رو شما اسم داشتید. آذربایجان که دو قسمت نگنیم که، شما یک سرزمین دیگری که اسمش ایران بود گذاشتید آذربایجان. حال بزن برحال روشن فکرهای اینون علاقمند و فریفته لنین شدن. بعد البته نویسنده این مقاله از یه زاویه دیگه نگاه میکنه، میگه که وقتی یه روشن فکرهای اینون دیدن که مسکو در طول مثلا 100 سال 50 سال هی تیکه تیکه از ایران کنده، به این نتیجه رسیدن که این مول بزرگ، اخلاص بزرگ، این میخواد همه ایران رو بگیره دیگه و میگیرم بلکه زیرش بیشتره. پس بنابراین اومدن یه کاری کردن که خودشون در سپر دفاعی انگلیس بذارن و قرارداد 1919 رو بستن. قرارداد 1919 اینجوری بود که گفتش که ایران تحت حمایت انگلیسه و در سطح بالا وزیران و مشاوران و وزیر و جنرال بالا و سطح بالا همه باید انگلیسی باشن، ایرانی نمیتونن باشن. حالت این خیانت ایران بود، یعنی ایرانی شد مستعمره انگلیس. ولی مثلا آقای وثیق دوله فکر میکرد که با این کار ایران در سپر انگلیس قرار میگیره و روسیه دیگه جرأت نمیکنه بهش حمله کنه. البته اون چند
ده هزار میلیون چند ده هزار میلیون که بهش گرفته اون هم یه دلیل این کمک میکرد به این قضیه. از منظر آنها همسایه شمالی همچون از منظر وسوق دوله و یارانش، از منظر آنها همسایه شمالی همچون رطوبت عمل کرده و به تدریج ایران را غرق میکرد، ولی انگلیس قصد زمین ساختن خاک ایران را نداشت و تجربه وحدت رساندن هند که قبل از استعمار انگلیس متشکل از ده ها خانات و مهاجرها نشین ها بود، ده ها خان و مهاراج نشین متخاصم بودن، همش با هم جنگ بودن و تجربه مدرنیزاسیون هند و نهادینه کردن تفکیک قوا و برقراری نسبی نوید مناسبات دموکراتیک در هند برای این سیاسیون جاذبه داشت. پس اینا از اینکه اینجوری بود خوشحال بودن که مثلا ایران هم یه جوری تحت حمایت انگلیس باشه که از دست موسکو خلاص بشه. اینا گفتن اگه ما تحت حمایت لندن باشیم، لندن که کشور ما رو نمیگیره که، درست منافع میبره ولی خود کشور رو نمیگیره، ولی روس میاد میگیره تیکه تیکه کشور رو، پس ضرر کمتر رو بذاریم، ضرر لندن از نظر اونا کمتر بود. البته اینا متوجه نیستن که در هندوستان انگلیس مردم رو مثل برده رفتار میکرد، یاد دادونم که به هندی ها یاد دادونم که به انگلیسی ها بیان صاحب، صاحب یعنی تو صاحب منی، یعنی من غلام تو هم، و اگر جنگ های جهانی نبود به هندی ها القا شده بود، یعنی به مخشون خونده بود که یک انگلیسی برتر از شماست، تصور میکنه که انگلیسی برتر از اوناست، همین توفنگ دست دارن انگلیسی اونجا بود جواب میکنن شلیک کنن چون اون یه چیز برتری داره، ولی جنگ جهانی که اتفاق افتاد انگلیس سربازای هندی رو برد به جپه که به جنگن در کنار انگلیسی ها، هندی ها بودن که همینطور یه گوله میخوره به هندیه، هندیه دراز میشه میافته میمیره، یه گولم به انگلیسی ها میخوره اونم دراز میشه میافته، یه فرقی نیست که بعضی در بعضی بمارد قدرت بدنی بعضی هندی ها بیشتر از انگلیسی ها بود، پس در نچه یواشواش اون احساس این که ما پستریم اونا برترن از بین رفت. خب زور رضا شاه فصل جدیدی در مناسبات انگلیس با ایران گشود و با مدرنیزه شدن کشور مناسبات اقتصادی و اجتماعی متحول گردید. از آن پس روسیه با حمایت از جنبش‌های چپگرا و استقلال طلب در ایران، افغانستان، ترکیه و هند عرصه جدیدی برای مقابله با انگلیس گشود. باز یه جایی که منم چرچیل استالین را وادار به امضای معاهده نمود که دو کشور متعهد شدن به فاصله 6 ماه پس از پایان جنگ نیروهای نظامی خود را از خاک ایران خارج نمایند. ببینید خب جنگ جهانی دوم که شد، اول که استالین و هیتلر با هم صلح کرده بودن، صلح کرده بودن منتها هیتلر صلحش کلکی بود، هیتلر با انگلیس هم اولش صلح کرد، هیتلر با هر کشوری صلح میکرد تا از اون منطقه خاطرش جمع بشه به منطقه دیگه به جنگه، بعد اونجا که بیرون بود با انگلیسی، استالین باور کرد که این صلح کرده راست راست هیتلر و بعد آروم فاسد خیال بود، یه دفعه میگه آلمان حمله کرد به روسیه، وقتی آلمان حمله کرد به روسیه استالین اولش گیج شد، اصلا قدرت تسلط و چیز از دست داد، اولا که آلمان های تونتون این جلو میگیرن اینا رو، روسیه رو برای شکست میدن یا شوروی رو برای شکست میدن، و از این طرف هم دید که پس ما که سول کردیم چی شد، میگن یک ضربه فنی گیج کننده به استالین یارو شد که واقعا گیج شد، یک قدرت تصمیمگیری ازش رفت، جنرال روسی اومدن گفتن آقا از دین اونا دفاع کنیم، مدن اونا به صلاح عملیات رو به فرمانده خودشون گرفتن و اومدن شروع کردن با هیتلر جنگیدن، وقتی اونا جنگیدن یا چهش استالین هم رویه پیدی کرد که پس ما می جنگیم، بعد هم نشون به اون نشون که
که وقتی که جنگ تموم شد و استالین به قدرت رسید، تمام اون جنرالایی که در جنگ رول مهمی داشتن و پیروزی شوروی رو رقم زده بودن، اونا رو عمر کش. میدونی برای چی؟ برای که کسی نباشه میگه آه تو ترسیده بودی، من اومدم جان کردم نجات دادم کشور رو. اون میخواست قیافه اون آدم دیگه دیده نشه، قیافه آدمی که ترس استالین رو دیده بود، دید شدن استالین رو دیده بود. گفتی واقعا استالین نگران نباشید، ما کشور رو میگیریم. استالین میخواست روی اون آدم رو نبینه، گناه رو کش. بعد که قرار شد از ایران به صلاح، خب ببین دیگه امریکا ایران رو بشن اسمش پل پیروزی، از ایران سلاح فراوان می‌فرستادن برای شوروی که شوروی به هیتلر بدنگه، چون وسایل جنگ شوروی خیلی ابتدایی قدیمی بود، ولذا همین می‌رفت و شروع که به جنگیدن. بعد استالین برای که مقابله کنه با هیتلر هی میرفت سرزمین مختلف میگرفت، میرفت تو اروپا، میرفت اونجا، از جمله ایران نصف ایران رو اشغال کرد. حالا چرچیل به استالین قرار داد بست در تهران، یه میلی در تهران چرچیل و استالین و روزولت اومدن ملاقات کردن. البته چرچیل اومد ملاقات با همدیگه ملاقات کردن، استالین اومد، روزولت هم رفت تو سفارت انگلیس. روزولت مریض بود دیگه، اون موقع نمیتونست خوب حرکت کنه، بیشتر رو صندلی بود تا حرکتش میدادن. رفت اونجا، بعد تنها استالین به دیدن شاه رفت، با این وجود که همه جه، ولی اون به سایی دیگه نیومدن به دیدن شاه، اصلا به دیدن شاه نیومد، یعنی به شاه ایران محل نذاشتن در واقع. ولی چرچیل یک موافقت نامه با استالین امضا کرد که 6 ماه که جنگ تموم شد همه کشورها قوای خودشون از سرزمین هایی که رفتن برای جنگ بگیرن. البته همونجا که جام شرابشون رو خوردن به این امضا رو قرار داد داشتن، همونجا روزولت به سلامتی سول خورد چرچیل به سلامتی. استالین گفت من میخوام به سلامتی سربازانی که زحمت کشیدن این سرزمین ها رو گرفتن و این سرزمین ها رو به آسونی پس نمیدن، همون دو گوه پس نمیدن. برخی از سیاسیون ایرانی که همواره در کابوس من اینجا رو بگیرم بل این رو دیگر خودم استالین ضعف انگلیس پس از 5 سال جنگ کمرشکن را زمانی مناسب برای تحقق رویای رسیدن گام به گام به آب‌های گرم و به هند ارزیابی کرده بود، در حالی که انگلیس با سپردن نقش خود به یک نیروی تازه نفس امریکا رویای استالین را به کابوس تبدیل کرد و با اولتیماتوم ترومن رئیس جمهور وقت امریکا شوروی مجبور به تخلیه خاک ایران شد. واقعیت این است که کوشش قوام سلطنه برای اقناع استالین به ترک ایران بدون پشتیبانی بین‌الملل انگلیس و امریکا و صدور قطعنامه های پیاپی شورای امنیت سازمان ملل محقق نمی شد. اگر دخالت فعال انگلیس و امریکا نبود، نقشه کنونی ایران به آنچه که هست متفاوت می بود و هیچ قدرتی قادر به خارج موندن قوای شورایی از ایران نمی بود، همون گونه که کشورهای استونی، لیتوانی، لهستان اشغال استالین در آمدن. البته نویسنده یادش رفته که از اینا اضافه کنه که آلمان شرقی، چکسلواکی، رومانی و بسیار کشور دیگه که استالین رفته بود که تو از اونجا نزدیک بود به آلمان، با آنها رفتن اونجا این بود که بریم به آلمان بریم هیتلر رو شکست بدیم. ولی وقتی که هیتلر شکست خورد و خودکشی کرد و تموم شد، استالین از این کشور ما اومد بیرون، دولت های دست نشانده گذاشت و خودش اومد بیرون، ولی دولت دست نشانده اونجا بود. در ایران دولت دست نشانده پیشوری رو گذاشت ولی خودش هم نمیاد بیرون. قوام سلطنه همینجوری که نمیسنده گفته خیلی رول مهمی داشت و الان که نماینده ایران بود در سازمان ملل اونم خیلی رول مهمی داشت. خود ترومن هم که ایده روزولت اومده بود سر کار اونم البته مهم بود. ولی یادتون باشه
که شوروی از هیچ کدوم سرزمین اشغالی بیرون نرفت جز ایران. استالین بهتره بگم، استالین از هیچ کدوم سرزمین اشغالی بیرون نرفت جز ایران. برای همه کشورها تورمان و چرچیل بهش فشار می‌آوردن، برای ایران هم فشار می‌آوردن. یکی از دلایلی که از ایران رفت همون سیاست آقای قوام سلطنه است که بسیار موثر بود. از آن پس انگلیس و همپیمانان قدرتمندان امریکا یک تازه صحنه سیاسی ایران گردیدند، در حالی که روسیه با سلاح ایدئولوژیک وارد شد و ضمن تقویه تولیدات فکری ایدئولوگ‌های مسکو، روشنفکران و گروه‌های چپ همچون هولوکیگرا برای تسخیر قدرت سیاسی آماده می‌کرد. نفوذ حزب توده در ارتش و کسب آمادگی برای کودتا علیه مصدق در زمانی که دولت دکتر مصدق به بنبست سیاسی اقتصادی رسیده بود، زمین ساز پیشتستی قرب برای ساقط کردن دولت او شد. در هر سال عموی مقاله به مناسبت 28 مرداد 1332 و 13 آبان 1358 سالگرد اشغال سفارت امریکا منکشف می شود. میدونی چی میگه؟ میگه هر سال در مورد 28 مرداد خیلی مقاله منتشر میشه و در سالگرد اشغال سفارت امریکا هم خیلی مقاله منتشر میشه. مقاله هم ولی کمتر اشاره تا حد یک خط به 21 آذر 325 سالگرد نجات آذربایجان نمی شود. علت بی توجه به این بخش مهم از تاریخ معاصر ایران به نفوذ عوامل روسگرا در نظام جمهوری اسلامی برمی گردد. البته ببینید، دروغ وقتی گفته بشه، تکرار بشه، همه باور میکنن. روس، انگلیس و امریکا میخواستن مصدق رو سرنگون کنن ولی هر کاری کردن نتونستن. وقتی آقایی رو که مصدق خودش مجلس منحل کرد، وقتی مجلس منحل کرد، شاه فرمان قانونی عزل مصدق رو صادر کرد. احنا چی دیدی بگیم؟ برمارو زبان نو داره به بس گفتیم. خانم آقای، وقتی مصدق مجلس منحل کرد، دست شاه رو در عزل خودش باز کرد. همینطور که سنجابی، دکتر صدیقی و دیگران تو خاطرات رو نوشتن که به مصدق گفتیم آقا تو که مجلس منحل میکنی، برابر قانون اساسی شاه اختیار عزل تو رو پیدا میکنه. مصدق گفت که عزل میکنه من عزل کنه. مصدق فرمان عزل شاه رو گذاشت تو جیبش، اومد جلو و یه گفت یه گودتایی بود که این گودتا رو در بانسه خفه شد. بعد خود مصدق وقتی شاه رفت تو دیگه دیگه خیلی قوی شده، اومدن تمام مجلسمه های محمد داشا و رضا شاه رو از میدونها برداشتن و یک پرچم سرخ داشت چکش نوشتن جمهوری ایرانستان. مصدق یه لحظه وحشت کرد. بعد اومد پسر خواهرش سرتیپ حسین دفتری رو که به شاه دوستی بسیار مشهور بود کردش رئیس جوانه کل کشور. آقای آیت الله بروجردی به بازاری ها دستور داد، فتوا داد، گفت بری تظاهرات کن به نفع شاه. حالا میگن آقا چهار تا میدونی اومدن، نمیدونم زنهای شهرنو اومدن تظاهرات کردن. خانم آقا اینا اومدن تظاهرات کردن، اینا بیم 25 مرداد اومدن تظاهرات کردن و هیچ غلطی هم نتونستن بکنن. دولت امریکا به نماینده خودش کرمیت روزولت تلگراف کرد کارا طرح تی پارتی به هم خود، ایجکس به هم خود، بلکه روی امریکا و اون طول داد. اون مقدار اون روز 28 مرداد سفیر امریکا در تهران خانومش رفته بود که نزدیک بازار توی جلسه خیریه شرکت کنه. آخر یه امریکا این کار کرد که چجوری خانمش رو بسید نزدیک بازار چیزی خیلی بیه خود چون اینجا رو میاده میگرسن امریکایی رو میکشتن. به جز پایمردی سرتیپ از ولای زاهدی
پایمردی پسرش اردشیر زاهدی و پایمردی همون سرتیب دفتری و پاسلونا و باجریا و ایتالب جرینا بود، اصلا ایران الان نقشش عوض شده بود، بلکه این بتوده با داشتنش عدد چه ادوشی با نکنم 600 افسر کیدهی که تو خونه های همه این رجال به عنوان نیروی انتظامی همه افسر های کیدهی دارن دلیل تو خونه خودمون صدر این حتما کشور رو اشغال کرده بودن و شوروی رو فراخوان بگیدن مثل افغانستان که اینجوری شد. تلاش از بتوده در تسخیر قدرت سیاسی و بهره برداری از فضای متشنج دوران ملی شدن نفت و دوران کوتاه حکومت مصدق تنها بیانگر گوشه از تلاش همسایه شمالی برای بریدن یک بار ایران و دستیابی به آبهای گرم بود. و یه جلگش میکنم بلشویک‌ها نیز با شیوه مشابه در روسیه به قدرت رسیدن. همین سناریو در سالهای دهی 1350 خورشیدی در افغانستان پیاده شد و حزب همزاد حزب توده ایران با حمایت کمانده های ارتش سرخ شوروی قدرت را در افغانستان به دست گرفت و سپس بر این کشور آن رفت که هم اکنون شاهدیم. بنده با همه احترام و ارزشی که برای نهضت ملی شدن نفت و نقش تاریخی دکتر مصدق به نتیجه رسیدن آن قائلم، ولی معتقدم که مصدق در این حالی که مبارز خوبی بود اما مدیر مقتدری نبود. متاسفانه سیاست در ایران با اقتدار رابطه تنگاتنگ دارد. مصدق توانایی اداره کشوری با مشکلات و پیچیدگی‌های ایران را نداشت. دوران هرج و مرج و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی دولت مصدق نمی‌توانست به مدت طولانی ادامه یابد و جامعه به یک بنبست سیاسی رسیده بود. انگلیس مانع فروش نفت ایران شده بود و استالین ضمن خودداری از خرید نفت و بلوکه کردن ذخایر طلا ایران خواهان تداوم بی‌ثباتی و حالی که اینجا طلا شد و میگم دولت روسیه همون زمانی که ایران اشغال کرده بود از ایران طلا گرفته بود که مصرف کنه برای سربازها خودش، مثلا اون بده فلان بده فلان بده. این طلاها رو 40 تن طلا از ایران گرفته بود و دولت مصدق که دچار مشکلات مالی بود هی تقاضا کرد آقای استالین این طلاهای ما رو پس بدید، الان وقتی که ما لازم داریم. نداد. به محض اینکه آقای مصدق برکنار شد و آقای زاهدی اومد جاش گرفت، بلافاصله چند تن طلا دادن به ایران. چرا این طلا رو میداد؟ برای که دولت در مشکلات اقتصادی دست و پا بزنه و اینجور ساقط بشه و این حدود قدرت رو بگیره. ببینید وقتی که استالین متوجه شد که با حمله نظامی نمیتونه ایران رو بگیره، از طریق ایدئولوژی اومد یه عده‌ای رو به این گول زد. ببینید خانم آقای این عزیزان من قربون شما برم، گول میزنن ما رو. مگه به ما نمیگه ما پول بله بریم توی مکه خرج کنیم؟ مگه این گول زدن ما نیست؟ گول میخوریم دیگه، میریم اونجا 250 نفر کشته میشه، 200 نفر مفقود الاثر میشه. چرا ما میریم پول میدیم به اونا؟ برای که گول خوردیم، مکه گولمون زده، مسکو هم گولمون زده. مسکو هم به جوانهای ایرانی گفته که آقا شما بهتره که منافع ملی خودتون رو در راه منافع طبقه کارجانی کارگر فدا بکنید. ما باید این گولی که به ما رو گول زدن پی ببریم تا نجات پیدا کنیم. ما باید بفهمیم که مسکو و مکه دو شهری هستن که ما رو گول میزنن، از ما سوء استفاده میکنن. آخه چرا؟ کدوم عقل سلیم میگه؟ خانم آقای شما این به من بگید، آخه بگید به من این تلفن اینجا هست، این هست، همه چی هست، نامه بنویسید به من بگید تو خری نمیفهمی این چیزا که بگیم. آقا این که بریم توی عربستان تو اون تپه از اینجا بوده بگیم لب بگیم از اینجا بگیم لب بگیم از بگیم لب بگیم بعد این سنگ بزنیم به شیطان، این چی معنی داره؟ این چه سودی داره؟ این چه فایده ای داره؟ نقل است از آقای عمر
گفته اگر من به چشم خودم ندیده بودم که محمد این کارا رو میکنه، من اصلا باور نمیکنم که نمیکردم که محمد این کارا رو کنه. اینا همه کارهای دوران جاهلیته. جاهلیت یعنی دوران بت‌پرستی. میدونید چرا در اسلام این کارا برقرار شد که قرار بود برقرار نشه؟ به عمر میگه اگه من ندیده بودم محمد این کارو میکنه باور میکنم. میدونید چرا؟ بلکه وقتی که آقای محمد با سپاهش رفت که وارد مکه بشه، فتح کنه مکه رو به اصطلاح، خب مکه همه یارای خودش بودن دیگه، این فامیلا خودش بودن دیگه. محمد تبدیل داد با سول بره مکه رو بگیره، با جنگ نگیره. لذا ابو سفیان حاکم مکه اومد توی نزدیک سپاه محمد، دو سه روز صبح تا شب این دو نفر یعنی ابو سفیان و محمد رفتن توی چادر که هیچ کس نبود، از صبح تا شب حرف دادن. من که اونجا نبودم، شما هم که نبودید، میکروفون هم که نبوده، عکس هم که نبوده، هیچی که نبوده، ولی حدس میشه زد که ابو سفیان گفته آقا مردی که محمد این مکه ای که میان این خونه خدا رو میگنه، این نونه آب ماست، ما درآمد اون از اینه، ما اینو میخواییم داشته بشیم تو اسلام، ما میخواییم اینجا مردم بیان به شیطان فان بزنن، پول بزن به ما. تو چی میگه از این جاهلیته؟ تو چی میگه بوتا رو همه شکستی؟ بوتا شکستی شکستی سنگ میرد، ولی نون ما رو آجر نکن، تو حق نداریم کار رو کنیم. ما تسلطمون بر اقتصاد منطقه به خاطر اینکه همه میان سالی یه دفعه اینجا موسوان میخنن، گاف میخنن، شطور میخنن، میکوکن اینجا میان خرج میکنن، پول خرج میکنن. تو حق نداری محمد این وای که برای ما مثل بانک میمونه و این مرتب به ما پول میده تو این خرابش کنی. اما محمد هم رفت من که همین کارا رو کرد، اما گفت اگه من ندیده بودم باور نمیکردم. خودتونو خانم آقایون، خودتونو مغزتونو از رسولات مکه و مسکو پاک کنید. ما ایرانی هستیم. من نگم ما ایرانی هستیم یعنی برتری یا فلان، نه، ما ایرانی هستیم، لذا باید به ایران فکر کنیم. من اسلام پرویز نمیدونه، لذا باید به همسرم فکر کنم. شما همینطور، ما اهل یک روستای حاجه هستیم، باید به منافع و روستا فکر کنیم. بلکه اونجا افراد که با ما فامیلن و اینا رو زندگی میکنن، ما یه روز ممکنه بریم اونجا، اگر هم نریم برادر ما اونجاست، خواهر ما اونجاست، فامیل ما اونجا، ما باید به ایران فکر کنیم. نه اینکه ایران خاکش برتر از گوهر زر میگه، خاکش رو از اون نگاه کنیم طلا توشه، نه، ایران کشور ماست. ما باید کشور ما سربلند بشه تا سینه اونو جلو بگیریم را بریم. ما نه باید کشور ما عقب بنده بشه، مردمش کابوس بند بشن. مسکو و مکه میخوان مردم ایران نادان بشن. شما زیر بار این حرفا نرید. آقای خامنه‌ای، آخه چرا این حجر ممنوع نمی کنید؟ قبلا این کار کرده در زمان رضاشا یک آقای بود یزدی رفت توی خانه خدا، حالی بد شد بند خدا استفراغ کرد، گفتن کشتنش. ببینید چه وحشی هایی هستن. من هیچ دشمنی به عربا ندارم، عربا رو دوست دارم، همسایگان ما هستن. در بسیار موارد خون ما به عربا قاطی شده، چون یه عراقی اسمش ایرانیه. آقا مگه میشه پایتخت انوشیروان تا آقا کسرا نزدیک بغداد بوده، وقتی پایتخت کشور ما اون تو بوده، ما میتونیم با اونا رابطه خویشاوندی نداشته باشیم؟ بقید این کاغایی سنگاه چیزه تعمیرات یک بیمارستانی دسته چه، همه این چیزای بیمارستان دسته چه. یه روز ما زنگه که ما بگیم این کپسول های دور همه رو نگاه کنیم، اگر کنیم اید داره درست کنیم، اون دوله های آب آتش نشان اونا رو اینسپکشن کنیم، اگر نه برای رفتیم وسط رو گفت ببین ممکنی من تو یک پسخاله بشیم و کازین بشیم. گفتیم چطور؟ گفت این همه در جنگ های ایران میدونن، این همه همه از ایران دختر اونا رو عزیز و آوردیم در اون در شما این همه اومدی از اینا بردید، خود چه پس ما کازین بشیم با هم.
خب راستم میگفت، ولی اونی که به خاطر اینکه یه نفر استفراغ کرده حالش بد شده کلش میزنه، خب این وحشیه دیگه. حالا برادرم این کارو بکنه بازم فرق میکنه. اومدن گفتن آقا هرکی میخواد بره مکه بیاد یه پول بده یک لقب حاجی به شناسنامش اضافه میکنه. تموم شد. چرا آقای خامنه‌ای چرا این کار رو میکنی؟ چرا ممنون میکنی من گرفتن ها؟ چه سودی برای کشور ایران داره؟ خب ببینیم یه چیز مهمی داره. و هم و تداوم رقابت ژئوپلیتیکی از منظر انگلیس پیروزی انقلاب ایران راه را برای نفوذ فکری سیاسی و اقتصادی روسیه در ایران هموار کرد. با سوء استفاده از فضای پرتنش زمان گروگانگیری دیپلمات‌های امریکایی در تهران و فضای ضد امریکایی که در زمان فضای ضد امریکایی آن دوران شوروی خاک افغانستان را اشغال کرد و در آن کشور رفت که هم اکنون شاهدیم. استقرار نیروهای ارتش سرخ در مرزهای پاکستان هند سابق تحقق آرزوی دیرینه انتظار روسیه بود که در واقع نهایت کشکارگشایی روسیه برن. میگه که این انقلاب اسلامی ایران هم بازم به سود مسکو شد، برای که اولش آقای خامنه‌ای میگفت نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی، بعد یواشاش شد نه غربی، همه شعار ضد امریکا شد. دیپلمات های امریکایی رو گرفتن چیز کردن، گروگان گرفتن، سفارت انگلستان رو رفتن اشغال کردن، زنگ زده بسته شد، ولی سفارت شوروی سر جاش هست و نفوذ شوروی یا موسکو سر جاش هست. ببینید ما باید خودمون از نفوذ هر قوای بیگانه، فکر بیگانه، امروزه نمیان بیشتر با قوا کار میکنن، با فکر کار میکنن، با ایدئولوژی کار میکنن، ایدئولوژی های بیگانه. مسکوی مکی اینا عمده شن، این که بگم فقط اینا هستن، ولی اینا عمده شن. ما باید خودمونو اینا را این رسوبه هایی که توی شیارهای مردم اگه مسکو و مکه هست اینا را بردونیم سومان بردونیم پاک کنیم. خیلی سخت و آسون نیست ولی باید این کار بکنیم. خب من امیدوارم که این مروری که کردیم بر روابط ایران و بازمگرین مناسبت ایران و انگلیس یک برحال به خود من که جالب بود من یک چیزهایی که نمیدونستم یاد گرفتم یا اگر میدونستم دوباره برام مروری شد و تجربه شد. از رو دید یه زنگ تفریه دیر آغازی داشته باشیم. مجله تهران آقای شهباز نوری من به دوست عزیز سرور ارجمند گفتم که من قرار بود 15 ساله باشم با مجله تهران قرار بودم تموم شد. گفت یعنی چی میگی که 15 سال قرار بود من به تموم شد؟ گفتم نه دیگه بابا 15 سال بالاخره به دلایلی تموم شد دیگه، قرار بود که نبود راست راستی که همه با آرزوهاشون جامعه عمل پوشوندن. من حتی من نتوانستم شوز پاش کنم، همینطوری کون لخت داره بیچرخه. اگه قرار تو شوهر باشی که دختره وبا بگیره زندگیش، دختره وبا بگیره زندگیش قشنگتره والا. سالانه 700 نفر در اثر گاز گرفتگی توی کشور میمیرن، خواهشن
بچه که بودیم یه بار با مادرم از تو کوچه رد میشدیم، یهو جلوی خونه گفتم مامان مامان از تو خونه بوی بابا بزرگ میاد. مادر یکی زد تو سرم گفت آبروریزی نکن، بوی تریاکه. ریاضی عزیز قبول کن که ایکس رفته دیگه بر نمیگرده، اینقدر از ما نخوا که ایکست رو واسه پیدا کنیم. سعی کن به زندگی بدون اون ادامه بدی پدر سگ، بفهم دیگه. یکی به این پیغام داد سلام جیگر، گفتم سلام سیرابی، دیگه جواب نداد. قبول داریم که فیزیک خیلی آسان‌تر میشد اگه به جای سیب خود درخت روی نیوتن افتاده بود. البته نیوتن درباره مکانیک صحبت میکنه، علم مکانیک نیروها و اجسام سرعت هاست. سازمان هواشناسی طبق اعلامیه اعلام کرد هوای همدیگر داشته باشید، زندگی کوتاهه. چند روز پیش لباسامو در آوردم انداختم روی مبل، بعد زنم میگه هو چه خبرته؟ میگم الکی مثلا من پادشاهم. چند شب زنم باستم غذا درست نمیکنه، میگم اگه درست میگی پاشو یه چیز درست کن، میگه الکی فکر من ملکم. توی اتوبان داشتم لایو میکشیدم، لایو میکشیدم توی ایران مثلا اینجوری میری وسط اینجوری از سرعت میگیری، این هم لایو میکشیدم. توی اتوبان داشتم لایو میکشیدم، یه ماشین اومد کنارم گفت داری لایو میکشی؟ گفتم نه دارم واسه عمت عربی میرخصم. گفت پلیس کنترل نامحسوسم، بزن بغل شاباشتو بدم. این کسی که قشنگ میرخصه یه پولی بهش میدن، اونو میگن شاباش. به بابا میگم زمان شما همه توی یک اتاق زندگی میکردین سخت نبود؟ میگه بچه ها مثل شما نبودن، شعور داشتن، سرشون از یه لحاب دیره نمیوردن. میبینید چرا پنگوینا بی سوادن؟ چون همش برف میاد مدرسهشون تعطیله. خب اینم از این. ببینید تلویزیون ایتو من تنها تلویزیونه که سیاسیه، خرافه زدائی میکنه و شجاعانه و بیپروا درباره سیاست و مذهب و رژیم اسلامی و اسلام و دیگر اینها صحبت میکنه. هیچ قصدی هم تولید به هیچ پیروی هیچ مذهبی رو نداره. ببین آقای محمد با بت پرستی مقابله کرد، خب ببین بعد به عقیده مردم کار نشوش، نرفت مردم بکشه، رفت بت ها رو شکست، گفت بت پرستی نکنید. ما اینجا میگیم آقا امام زمان دروغه، اما شما اگه میخواید بری امام زمان رو پرستش کنید ما که جلوتون نمیگیریم که. اگر کسی هم بخواد جلو شما رو بگیره ما میگیم نه حق نداری جلوشو بگیری، این حق داره به امام زمان رو بپرسته. حتی اون قبیله هندی که گاو میپرسته ما بهش میگیم آقا گاو پرستی کار بدیه، اما یه نفر بره جلو بخواد گاوشون رو بکشه ما میگیم نه گاو اینا رو نکش، اینا به این گاو اعتقاد دارن بذار داشته باشن. ولی به اون صادق قلبا میگیم آقا این کار مسخره است و آن گاو که کمکی به شما نمیکنه که. این همون مثالی است که گفتم بارها گفتم
خانم نشسته بود میخواست پاش دست گرفتم ترانسفر را گفت علی آهسته گذاشت نمیزنی گفتم کی کمک من یا علی اگه من باید کمک کنم من گوی علی اگه علی میخواد کمک کنه پس به من کار نش باشه حالا من اینطور این همه یا حضرت عباس گفتی کی یه دفعه اومد حضرت عباس بود او چه کار داری با من اونم بعد علوی میگه زالک حال و زالک زولک این همه گفتید خدا من باور کنیم به چشمان خودم دیدم توی سبزوار شهریست که نزدیک مشهده و مردمش خیلی به امام رضا اعتقاد دارم چون اونجاست همش میگن یا زامن آهو امام رضا زامن آهو شده اونم از این دیده های قلابیه من دیدم که مادر بچهش اینطوری میگیره میگه یا خدا یا زامن آهو یا خدا یا زامن بچه میره اون تو پس خدا و زامن آهو پس اونها چه غلطی برام بچه ها میکردن خب زنی که به جوش این کار میکرده میرفتی یک کار میکرده یک اقلا اگه میگیره بینید داری یه مقداری مثلا پوست میگه یه جا پیدا کنی یه چیزی بدید این بچهت بخوره یا خدا که درستش نمیکنه که آقای خامنه‌ای اگر خدا همه کار رو درست میکنه چشون مریض میشه میگه دکتر اصلا چرا زودتر به بهشت نمیخواید برسید خودتونو برسونید به بهشت چرا به همه بد جوان هایی داری کلید بهشت که دازید رفتن جنگ چرا خودتون زودتر نرفتید جنگ که بهشت نصیب شما بشه خب چرا دادید همه شون دادید به اون بچه ها بگید بیان فکر کنید بفهم این همه اینا چرت و پرته این مکه و موسکو بیچاره کردن ما رو و هنوز هم در راه بیچارگی ما رو دام برمیدارن و شما به فکر چارش نیستید بیاید به تلویزیون این تو کمک کنید این پول گوشت تنتون نیست که با چاقا بکنید بدید به این تو این دست تو جیبتون بکنید آقا تو جیبتون هزار دلاره صد دلارشو بزیدید برای مزاده برای تلویزیون این تو آخه این قمن نیم ما چی دیگه هستیم در حال تحجیل میکنم همه مردم دنیا وقتی یه مشکلی برن پول جمع میکنن تا این مشکل رفع کنن تو ایران قدیم اینطوری نبود ما آمدیم اینجا میگوی شدیم تو ایران قدیم یک اتفاقا یک آقای برامه پیرامون مرتضی پیرامون توی من روستان یه ما پیش فوت شدن از اون آدم های بسیار خوب و خیر و آدم خوب گفتش که من پدرم تاجر بازار بود تو تبریز میگفت من بچه بودم یارمه جمعی شدن تاجر خونه پدرم میگفتم فلان آقا داره از شکست میشه بیاید به پولی بده این کارش را بیفته نه ورشکن نشه یعنی اون تاجره رقیب اون تاجر بود پول میدهدن که ورشکن نشه در شهر تبریز اونجا ما همینطور میخوریم هر جا بگیم پول میدیم هر جا بگیم عیونیم هر جا فلانی شهردار مثلا میخواد انتخاب بشه ما دعوت میکنیم چقدر میگیم بیا بای 5000 دلار آها برای این تو یه پولی بده ایوا برای این تو بیم 5 دلار بابا چطور برای شهردار 5 دلار دادی انتخاب شهردار چون این همه فعالیت های انتخاباتی دارن دیگه باید تبلیغات کنن پول تبلیغات چونه که خود چون نمیتونم بدم مردم باید بدم از بودجه دولت هم که نمیتونم باید مردم کمک کنن ولی اینجا مثلا رئیس یعنی که رئیس پلیس انتخاب بشه یک جمع آوری پول میگره جلسه میگره مثلا بیدن هندی میگه تو پول داره هندی رو دعوت کن بیدن ویتنامی میگه پول داره ویتنامی رو دعوت کن بیدن ایرانی میگه تو هم پول داره ایرانی دعوت کن باور کنید سر کله هم بگاری بشکنیم که بگیم تو اون جلسه و کمک کنیم ولی وقتی در خود میشه چقدر خصیص بگیم تو آخه این تو رو کمک کنید در روی ساترات در روی ایران هیچ تلویزیونی نمیتونه بمزه ای تو محصر بشه ای تو همهش برنامه است ای تو فیلم های چادر چاکتوری میگن نداره من نمیدم کسی سریال نبینه فیلم سینما هایی نبینه خب اینها تو نمیدم جن دو و جن بیداده و جن غیر بیداده همین نشون میدم دیگه چه یه تلویزیون این وقتش با اینا پر کنه بس حرفی که با وقتش با حرفای سیاسی پر کنه
بهرحال برای شما بگه ما برنامه اونه که برنامه سازیم توی تلویزیون توی هر کدوم یه پولی که میدیم بیشتر بدیم خیرتتون رو امتحان کنیم و شما هم یه نقدر پول بدید همت کنید که تلویزیون ایتون بره ساتلایت ایران تلویزیون ایتون میخواست از عصر امروز وقت بگیره که برنامه سازاشون مثلا هفته یه روز اونجا برنامه شون بگیره که عصر امروز خودش تعطیل شد متاسفانه آقای همونی و شاید نجال و خانیش پولی از نجال بسیار زود خوبی بودن من از نزدیک ایشان یه دفعه توی سن دیگه توی جشن نوروگان دیدم و بقیش از طریق تلویزیون اینا و تلفن تماس داشته شاید فیروزی تندرست باشه.